به نام خدا، من عادل نجار توسی هستم، دانشجوی دوره دکترای دانشگاه ملبورن. به درخواست دوست و همکار عزیزم آقای وحید ارائه رو آماده کردم از فعالیت هایی که در این دانشگاه انجام میدم. این ارائه در مورد کلاود کامپیوتینگ هست که یک موضوع داغ تحقیقاتی در این روز هاست. امیدوارم این ارائه بتونه شما کمک بکنه که زمینه تحقیقاتی مناسبی رو برای خودتون انتخاب بکنید و از این طریق بتونید به کشور عزیزمون ایران کمک بکنید. خب، موضوع ارائهمون در مورد کلاود کامپیوتینگ هست، همونطوری که قبلا گفتم. یه مقداری هم در مورد اینتر کلاود و بحث فدریشن آف کلاودز، مفهومی با این عنوان که چطور کلاود های مختلف میتونن با هم همکاری کنن، و یه سری بحث هایی هم در مورد مکانیزم هایی که در بحث مارکت در کلاود وجود داره انجام میدیم. خب، مباحثی رو که من امروز در موردش صحبت میکنم شامل یک معرفی کلی از کلاود، انواع سرویس ها، روش های دپلویمنت، مزایای کلاود و چند کلاود پرووایدر معروف رو بهتون معرفی میکنم. بعد آمازون وب سرویسز رو به عنوان یکی از پرووایدر های معروف اینفراستراکچر از سرویس بهتون معرفی میکنم که زمینه کاری من بیشتر شبیه کاری هست که آمازون انجام میده. بعد در مورد کلاود فدریشن و اتحاد بین کلاود ها صحبت میکنم. یه معرفی خواهم داشت از تحقیقاتی که خودم در حال انجامش هستم و در نهایت یه سری نتایج و شرایطی که کل در حال حاضر در تحقیق من وجود داره براتون صحبت خواهم کرد. کلاود کامپیوتینگ در حقیقت رویای محققان در زمینه سیستم‌های توزیع شده برای سال‌های متمادی بود. هدف این بود که بشه منابع محاسباتی رو به همون فرمی که ما از برق، آب، گاز یا تلفن استفاده می‌کنیم در اختیار کاربران قرار بدیم. شما به عنوان مثال در مورد برق میتونید با یک شرکت فراهم کننده برق در منطقه‌ای که در اون زندگی می‌کنید یه قراردادی رو بنویسید و بعد بر اساس میزان مصرفتون برای شما قبض صادر میشه. حالا هدف در کلاود کامپیوتینگ هم این است که شما اگر منابع محاسباتی رو نیاز دارید برید اون رو از یک شرکتی بگیرید و کارتون رو انجام بدید و بعد اون منابع رو آزاد بکنید. دو تا نکته مهم در این تعریف هست، در این مفهوم هست، و اون این که استفاده شما بر اساس نیاز هست. اگر نیاز دارید، همونطوری که چراغ خونتون روشن میکنید، میتونید از منابع محاسباتی هم در کلاود استفاده بکنید و میزان پرداخت شما بر اساس میزان استفادهتونه. و این یعنی اینکه اگر دلتون نمیخواد و یا نیاز ندارید، لازم نیست پول خیلی هنگفتی رو بابت اون سخت افزارهای مورد نیازتون پرداخت بکنید. دکتر بویا تعریفی در مورد کلاود داره که من اینجا اونو بیان میکنم. ایشون میگه که کلاود یک سیستم توزیع شده یه مارکت گراست، شامل مجموعی از ماشین های مجازی که به هم وصل شدن و شما میتونید به صورت داینامیک از اونها استفاده بکنید، به صورت پویا اونها رو اکتساب بکنید و برای تعیین کوالیتی آف سرویس شما میتونید سرویس لیول اگریمنت یا SLA داشته باشید که با یک نگوشیشن یا یک مذاکره‌ای که با کلاود پرووایدر انجام میدید اون رو به دست میارید. چند نکته مهم در کلاود کامپیوتینگ هست. یک مطلب ورچوالایزیشن که یک تکنولوژی هستش که شاید یک گام بسیار مهمی در ایجاد کلاود کامپیوتینگ بود، و اونم این که شما دیگه منابع رو به صورت منابع سخت افزاری ندارید، بلکه منابع به صورت منابع مجازی هستن که روی سخت افزاری ایجاد میشن. این اجازه میده به پرووایدر که چندین ورچوال ماشین رو با سطوح مختلفی از تقاضا روی یک ماشین سخت افزاری اجرا بکنه و اصطلاحاً بحث کانسالیدیشن پیش میاد. مطلب بعدی اینه که شما بر اساس میزانی که پرداخت میکنید، میزانی که استفاده میکنید پرداخت میکنید. نکته بعدی اینه که تقاضاها بر اساس نیاز هست. اگر نیاز هست شما ماشین های مجازی رو یا اون سرویس رو در اختیار میگیرید و در صورتی که نیاز ندارید میتونید ماشین ها رو یا سرویس رو خاتمه بدید. و در نهایت و از همه مهمتر اینه که این سرویس ها از طریق اینترنت در اختیار شما قرار میگیره، از طریق وب اینترفیس هایی که شما میتونید برید به صورت آنلاین ماشین هاتون رو یا اون سرویس سخت افزاری که سرویس مورد نظری که در کلاود دارید رو تقاضا بدید. انواع خدماتی رو که کلاود ها میتونن ارائه بکنن به سه دسته کلی میشه تقسیم کرد.
دسته اول سافر از سرویس هست که در این نوع خدمات پرووایدر یا اون شرکت کلاود برای شما یه سری نرم افزارهایی رو فراهم میکنه که شما میتونید از این نرم افزارها استفاده بکنید. مثلا برای که بتونم یه مثال خوبی رو به شما ارائه کنم، فرض کنید یک نرم افزار اکسل آنلاین که شما میتونید برید توش تمام اون نیازهای اسپرچیتی که دارید رو برآورده کنید، و فرقی که این نرم افزار با یه نرم افزار دسکتاپ داره اینه که در پشت این نرم افزار یک دریای بیکرانی از قدرت محاسباتی هست. اگر شما محاسبات خیلی سنگینی دارید، این نرم افزار سی پی یو های خیلی زیادی رو از جای مختلف میگیره و سعی میکنه کار شما رو در دقیقتر زمان ممکن انجام بده. یکی از شرکت های معروفی که تو این زمینه کار میکنه salesforce.com هست که میتونید بهش سر بزنید و ببینید که چه جور خدماتی رو به شما ارائه میکنه. نوع دوم دسته پلتفرم از سرویس هست که در این دسته یا در این نوع خدمات کلاود یک فریم ورک یا یک محیطی وجود داره که شما میتونید برنامه نویسی کنید یا نرم افزار مورد نیاز خودتون رو بسازید، و در امکاناتی در این محیط برنامه نویسی وجود داره که به شما اجازه میده محاسبات رو به صورت موازی با تعداد بسیار زیادی منبع محاسباتی انجام بدید. نمونه خوب این نو پرووایدرها، یک مثال مناسبش میتونه گوگل اپ انجین باشه. شما میتونید برید سایتتون رو در گوگل اپ انجین طراحی بکنید. یه سری زبان‌های خاص، یه سری استانداردهای خاص داره که شما اونو استفاده میکنید. بعد سایت شما که طراحی شد، گوگل تضمین میکنه که بر اساس اون پارامترهایی که شما در برنامه نویسیتون مشخص کردید، مثلا میخواید که تأخیر زمان تقاضاها برای کاربرانی که به سایت شما مراجعه میکنه از یه حدی پایین تر باشه، گوگل تضمین میکنه که تعداد پروسسورها و تعداد ویرچوال ماشین ها رو به اصطلاح ما افزایش بده و این میزان تأخیر مورد نیاز شما رو همیشه فراهم کنه، و این یک SLA هست، یک توافق هست بین شما و گوگل، و این میتونه خیلی جالب باشه برای طراحان سایت. شما دیگه نگران این نیستین که 1 میلیون یوزر دارید، 10 میلیون یوزر دارید یا 3000 تا، و گوگل با پولی که به گوگل پرداخت میکنید، گوگل خودش تمام این اصطلاحاً اسکیل اپ اسکیل داون رو برای شما فراهم میکنه. دسته سوم دسته اینفراستراکچر از سرویس هست که من خودم به شخصه بیشتر روی این دسته کار میکنم. این نوع پرووایدرها سعی میکنن ماشین های مجازی رو به صورت مستقیم در اختیار شما قرار بدن. منظور از ماشین مجازی یک کامپیوتر هست. در حقیقت شما اون رو به صورت یک کامپیوتر میبینید، داره سی پی یو هست، رم مورد نظر، فضای دیسک مورد نیاز شما، یک سیستم عامل، که همه اینها بر اساس انتخاب شما انجام میشه. مثلا شما میتونید بگید که من ماشین رو میخوام با 4 هسته سی پی یو 4 هسته ای، سیستم عامل لینوکس و فرض کنید انقدر رم، و بعد شما میتونید این ماشین رو از اون شرکت مورد نظر برای مدت مورد نظر خودتون بگیرید و کارهای محاسباتی رو که میخواید داخل اون ماشین انجام میدید، و هر وقت هم خواستید اون ماشین رو میتونید شات داون کنید. نمونه معروف این نو پرووایدر ها آمازون وب سرویسز هست که سایت بسیار خوبی داره، اینترفیس های بسیار جالبی رو برای شما طراحی کرده که بتونید ماشین رو بگید. من در ادامه بحث هم میکنم یک بحث مختصری روی سرویس های آمازون هم داشته باشه. واقعا اومدن کلاود رو از نظر نوع دپلویمنت به سه دسته تقسیم کردن: پابلیک کلاود ها، یا کلاود های عمومی که شما میتونید تو اینترنت اونها رو پیدا بکنید، ازشون استفاده بکنید، مثل همین آمازون، مثل گوگل اپس و مثل salesforce.com. و دسته دیگه از کلاود ها، کلاود های پرایوت هستن که این پرایوت کلاود ها در حقیقت میان ساختارهای مشابه کلاود های پابلیک رو برای یک سازمان به صورت خصوصی فراهم میکنن. مثلا شما یک دانشگاهی دارید، تو دانشگاهتون میخواید یه سری امکانات محاسباتی رو به صورت یک کلاستر بزرگ یا یک مجموعه محاسباتی ایجاد بکنید، بعد میتونید این مجموعه محاسباتی رو بر اساس ساختارهای کلاود ایجاد بکنید که به این نوع کلاود ها میگن کلاود های پرایوت. یه نوع از کلاود هم وجود داره که بهش میگن هایبرید کلاود،
و منظور از این نوع کلاود ها اون دست از کلاود هایی هست که شما فرض کنید به عنوان یک شرکت خصوصی یک کلاود مورد نظر خودتون رو دارید، ولی چون حجم محاسباتی که در این کلاود دارید محدود هست، گاهی اوقات لازم هست که بعضی از محاسباتتون رو در یه پابلیک کلاود انجام بدید. حالا یه سری نرم افزارها یا میدلویر های طراحی شده که به شما اجازه میده که بخشی از محاسباتتون رو خارج از کلاود خصوصیتون و در کلاود عمومی انجام بدید. این دست از کلاود ها رو بهش میگن کلاود های هایبرید. خب کلاود چه مزایایی برای ما داره؟ شاید تا الان با سری از مزایای کلیش آشنا شدید. من حالا مرور کلی باز برای مزایای کلاود خواهم داشت. یکی از مهمترین مطالب همون بحثیه که گفتم، شما هیچ پولی رو پیش از استفادهتون پرداخت نمی کنید. فرض کنید شما میخواید یک وبسایتی رو راه اندازی بکنید که از تعداد یوزراش در آینده اصلا اطلاعی ندارید و در گذشته خب اون طراحان اون سایت باید بالاخره یه دیتا سنتری رو برای اینکه این سایت رو راه اندازی بکنن ایجاد میکردن و این هزینه هنگفتی رو براشون در بر داشت، ولی الان با وجود کلاود شما این نیازی به این پرداخت پیش از موعد رو ندارید. شما سایتتون راه اندازی میکنید، به تعداد مورد نیاز ماشین های مجازی رو میگیرید و اگر هم که تعداد یوزراتون افزایش پیدا کرد، این تعداد ماشین های مجازی رو افزایش میدید. یکی از مهمترین مزایای کلاود شاید همین بحث باشه. بحث بعدی که انجام دادیم گفتیم دسترسی به صورت آن دیمند هست. شما بر اساس نیاز اگر امروز نیاز دارید استفاده میکنید، اگر فردای اون روز تعداد ماشین هاتون رو نمیخواید تعدادی از ماشین ها رو میتونید اونا رو کم بکنید و این تقاضای بر اساس نیاز بسیار مفید هست در کلاود. بحث بعدی این هست که شما میتونید تخصیص منابع رو به صورت با کارا انجام بدید. همونجوری که گفتم بر اساس تعداد کاربرهای سایتتون میتونید تعداد ماشین ها رو افزایش یا کاهش بدید. بحث بعدی یکی از بحث مهم در کلاود هست بحث پرداخت ها یا نوع قیمت گذاری هاست. شما بر اساس نیازتون، بر اساس کیفیت سرویسی که میخواید، بر اساس تقاضایی که دارید و یه سری بحث اینطوری پرداخت میکنید و اینطوری نیستش که یک ماشین خیلی با گران قیمتی رو بخرید و نتونید از همه توانایی هاش استفاده بکنید. در حقیقت پرداخت بر اساس اون نیازمندی های شماست. امکان شتاب دادن به محاسبات و انجام و ایجاد نرم افزارهای خیلی بزرگ که شاید قبلا برای خیلی ها یک رویا بوده. مثلا شما فرض کنید میخواید یک نرم افزار خیلی بزرگ رو ایجاد کنید، ولی وقتی که فکر میکردید که خب چه جوری بتونم منابع این نرم افزار رو فراهم کنم، قید اون نرم افزار رو میزدید، ولی الان با وجود کلاود همه این ایده ها میتونه انجام بشه. شما میتونید نرم افزارهای بسیار سریع موازی رو روی کلاود اجرا بکنید. کلاود همه جا در دسترسه، همونجوری که گفتم اسکیلبله، یعنی میتونه بزرگ یا کوچیک بشه بر اساس نیاز شما. و یه سری بحث دیگه این هم که در کلاود ها مطرح هست بحث انرژی افیشنسی هست که این روزها خیلی مورد توجه قرار گرفته. ببینید شما با استفاده از کلاود میتونید هزینه های کلی رو کاهش بدید، چون یوزرهای مختلف با تقاضاهای مختلف میان توی یک کلاود پرووایدر منابع رو میخرن. این ترکیب میتونه اکانومی آف اسکیل رو افزایش بده، یعنی شما میتونید هزینه ها رو کاهش بدید، میتونید به شدت مصرف انرژی رو پایین بیارید. البته از اون ور خود دیتا سنترها مصرف انرژی بسیار زیادی دارن که الان تحقیقات بسیار گسترده انجام میشه که چجوری میتونیم این هزینه های برق و مصرف انرژی رو کاهش بدیم. خب اینجا یک نموداری رو براتون آوردم از روند تحقیقاتی که در چند سال گذشته روی زمینه کلاود، گرید و کلاستر کامپیوتینگ بوده. همونطور که می‌بینید کلاستر کامپیوتینگ از سال 2004 با یه شیب بسیار ملایمی تحقیقات در موردش ادامه داشته و کم شده. گرید کامپیوتینگ در سال 2004 خیلی مورد توجه بوده، کم کم این روند کاهش پیدا کرده و از سال 2007 تحقیقات بر روی کلاود انجام شده. شاید کلاود و گرید یه جورایی به هم شبیه هستند و
مقالات زیادی هستش که کلاود رو با گرید مقایسه میکنه. من وارد جزئیات این بحث نمیشم، ولی شما میتونید فرایند افزایش تحقیقات در زمینه کلاود کامپیوتینگ رو توی این نمودار به خوبی ببینید. ببخشید که این نمودار یه مقدار قدیمیه و تا سال 2009 بیشتر نیست، ولی این روند همچنان ادامه داشته و شاید سال 2011 اوج تحقیقات در زمینه کلاود بوده. من به طور خاص اینجا یک مرور میکنم بر آمازون وب سرویسز و سعی میکنم یه دیدگاه کلی از اینکه آمازون واقعا چی رو در اختیار شما قرار میده به شما ارائه کنم. آمازون دو تا سرویس معروف داره، یکی Elastic Compute Cloud هست و یکی هم Simple Storage سرویس. در حقیقت Elastic Compute Cloud به شما میاد همون ماشین های مجازی رو، همون با اون بحثی که گفتم، به صورت یک ماشین مجازی شامل هاردور که تعداد سی پی یو ها، تعداد هسته های اون سی پی یو، مموری و استوریج اون ماشین، نوع سیستم عاملی که میخواید استفاده بکنید رو در اختیار شما قرار میده. بعد شما میتونید نرم افزارهای، البته این ماشین در حقیقت بر اساس یک ایمیج ساخته میشه که این ایمیج خودش میتونه باز شامل یه سری نرم افزارها هم باشه که وقتی که ماشین شما بوت میشه و بالا میاد اون نرم افزارها هم روش قرار داده باشه. مثلا شما میتونید یه ایمیج طراحی بکنید که توش وب سرور مورد نظرتون رو کانفیگور کردید، امکانات مورد نظر، بانک اطلاعاتی، همه اون امکانات رو در اون ماشین ایمیج ایجاد کردید و هر وقت که میخواید ما ایمیج رو ران میکنید ماشین مجازی شما فراهم هست و شما میتونید ازش استفاده بکنید. S3 یا Simple Storage Service در حقیقت میاد به شما یه سری فضاهای ذخیره سازی رو به اختیارتون قرار میده که این بر اساس شما بر اساس میزان گیگابایت پر ماونت شارج میشید، یعنی اینکه چقدر حجم دیتایی که در اون ماشین در اون فضا نگهداری میکنید به صورت ماهانه باید پرداخت بکنید هزینه هاشو. در مورد اون ماشین های مجازی که گفتم Elastic Compute Cloud شما به صورت ساعتی پرداخت میکنید. مثلا آمازون اعلام میکنه که اگر در ریجن خاصی مثلا در آمریکا از این دیتا سنتر دارید استفاده میکنید و ماشین مورد نظرتون فرض کنید یک کور داره با این مقدار رم، با این مقدار دیسک، به صورت باید ساعتی مثلا 50 سنت 19 سنت رو پرداخت بکنید. امکانات EC2 ببخشید امکانات آمازون وب سرویسز به این دو تا سرویسی که من گفتم محدود نمیشه. سرویس های بسیار متنوعی رو جدیداً اضافه کردن، شامل دیتابیس هایی که شما میتونید ازش استفاده بکنید یا اخیراً کلاستر مجازی رو در اختیارتون قرار دادن که شما میتونید یک کلاستر رو برای خودتون بسازید شامل تعداد نوت های بسیار زیاد مورد نظر خودتون و بعد کار محاسباتی رو انجام بدید و بعد هم کلاستر شاددان میشه و ماشین ها به اون پول اصلی آمازون برمیگرده. یه مثال جالبی که همیشه استاد ما میزنه اینه که شما میتونید حتی اساینمنت هاتون رو هم توی EC2 یا آمازون وب سرویسز انجام بدید. خب در ادامه برای اینکه درک بهتری از ورچوال ماشین و سرویس EC2 آمازون وب سرویس داشته باشید، من سری به سایت آمازون وب سرویس میزنم و از یه ماشین مجازی برای شما تو این سایت ایجاد میکنم. خب سایت آمازون وب سرویس aws.amazon.com، در این قسمت در قسمت اکانت نوع سرویسی رو که میخواید انتخاب میکنید. الان سرویس های بسیار متنوعی رو اینجا میبینید. من سرویسی رو که میخواهم استفاده کنم EC2 یا همون Elastic Cloud Computing هست، Compute هست. بعد از اون صفحه میاد که از شما یوزرنیم و پسوردتون رو میخواد. دانشجویان میتونن یه اعتبار مجانی از آمازون برای کارهای تحقیقاتیشون بگیرن که منم از همون استفاده میکنم. خب در این قسمت تب‌های مختلفی رو برای سرویس های مختلفی وجود داره میبینید. تب EC2 هست اینجا. شما میتونید یک اینستنس یا یک VM جدید رو لانچ بکنید اصلا یا راه اندازی بکنید. خب من این کار رو انجام میدم. اینجا دو حالت لانچ کلاسیک و کویک هست که من از کلاسیکش استفاده میکنم که جزئیات بیشتری به شما نشون بدم. خب در این قسمت شما میتونید نوع ایمیجی که میخواید ازش ماشین رو ایجاد کنید ببینید. انواع ماشین های مختلف هست که من ماشین ویندوز سرور 2008 رو سلکت میکنم. تعداد ماشین هایی که میخوام، نوع ماشینی که میخوام اینجا انتخاب میکنم،
میتونه ماشین مثلا میکرو باشه با یک کور و 613 مگابایت مموری که من همون رو کوچکترینش رو انتخاب میکنم. اینجا در مورد اویلیبیلیتی زون میپرسه که پریفرنس خاصی من ندارم. این صفحه هم مطلب مهمی نیست، میتونیم رد چیم. یک نام میخواد برای ماشینتون که شما میتونید این نام رو اینجا در نظر بگیرید. یه قسمت هم قسمت مهمی نیست. خب اینجا شما باید یک کیپیر داشته باشید برای ایجاد کردن ماشین، که من از یک کیپیری که قبلا ایجاد کردم استفاده میکنم. اگر که این کیپیر رو ندارید، در قسمت منوهاش میتونید create a new کیپیر رو انتخاب بکنید و کیپیر خودتون رو بسازید. خب در این قسمت در مورد سکیوریتی ماشین از شما میپرسه که میتونید انواع مختلف رو انتخاب کنید، بعضی ها رو هم من خودم درست کردم. در مورد دیفالت میتونیم ما ریموت دسکتاپ رو داشته باشیم، پورت ریموت دسکتاپ باز خواهد. بعد هم در نهایت ماشین خودم رو لانچ میکنم. این پیغام نشون میده که ماشین لانچ شده و الان آماده استفاده است. حالا شما وقتی برگردید تو منو، اینجا میبینید که این ماشین در حال ران شدن هست. در قسمت استیت اینو پندینگ نشون میده چون هنوز ماشین بوت نشد. من برای اینکه سرعت کار رو بالا ببرم، قبلا این ماشین ران کردم و به این ماشین کانکت میشه. این ماشین هم بعد از چند لحظه به صورت رانینگ در میاد و میتونید بهش کانکت بشید. میرید در قسمت کانکت، این صفحه باز میشه. بعد میتونید یک شورتکات فایل رو دانلود بکنید برای کانکشن، که در حقیقت برنامه ریموت دسکتاپ شما رو باز میکنه که میتونید به اون ریموت دسکتاپ کانکت بشید. در مورد ماشین های لینکس شما باید به صورت SSH کانکت بشید. خب من این فایل رو دانلود میکنم. این فایل در این قسمت ظاهر میشه. فایل رو اوپن میکنیم. برنامه ریموت دسکتاپ اومده. کانکت رو میزنم. خب پسورد من پسورد رو میخواد. پسورد رو میدم. خب به صورت ریموت دسکتاپ الان تونستم به ماشینی هم که در حال حاضر فعال ران بشم، یک ماشین ویندوزه. شما میتونید کلیه کارهایی رو که میخواید با این ماشین انجام بدید و در حقیقت مثل یک ماشین واقعی هست. اگر هم پسوردتون رو نمیدونید چی هست، کافی است اینجا ریتریف پسورد رو بزنید و اون کیپیج رو که درست کردید یک فایل رو به شما میده، اون فایل رو در این قسمت وارد کنید و بعد میتونید پسورد ماشینتون رو هم به دست بیارید. خب یه تعدادی از پابلیک کلاود ها یا کلاود های کامرشیال رو، تکنولوژی های کامرشیال کلاود رو اینجا براتون آوردم تو این جدول. آمازون ای‌سی‌تو هست، یا آمازون AWS، گوگل اپ انجین و مایکروسافت آزور. هر کدوم از اینا تو زمینه‌های مختلفی کار میکنن. مثلا آمازون تو بحث اینفراستراکچر از سرویس هست، گوگل اپ انجین بحث پلتفرم از سرویس هست، مایکروسافت آزور همینطور. قبلا معرفی کردم سیل فورس هم بحث سافتور از سرویس هست. من وارد جزئیات بحث‌های این کلاود ها نمیشم و چون خودتون میتونید بعدا با مراجعه به سایت های مختلف یا مقالات مختلف جزئیات کار این شرکت ها رو ببینید. همونطوری که دیدید آمازون ماشین های مجازیش رو میگه اینستنس. این ماشین های مجازی میتونن بر اساس سه مدل قیمت گذاری و کیفیت سرویس مختلف شما ارائه بشن. نوع اول دسته آن دیمند هست. شما یک ماشین رو وقتی میخواید تقاضاشو میفرستید، از لحظه ای که ماشین بوت میشه هزینه شما شروع میشه، تا وقتی استفاده میکنید هزینه پرداخت میکنید و وقتی ماشین رو ترمینیت میکنید دیگه نیازی نیست پولی پرداخت بکنید. نوع دیگه از این ماشین های مجازی وجود دارند که بهشون میگیم ریزروفد. تو این نوع شما میاد یه پول اولیه‌ای رو پرداخت میکنید، مثلا $300 رو برای مدت یک سال، بعد یه تخفیف بسیار خوبی رو روی هزینه ماشین هایی که اجرا میکنید دریافت میکنید. این دسته از ماشین ها برای اون مشتری های خوبه که اونا یک دیدگاه خوبی از تعداد وی ام هایی رو که میخوان در طول یک سال آینده اجرا بکنن دارن. مثلا من میدونم که حداقل 3 ماشین مجازی رو برای وبسایتم در طول یک سال آینده نیاز دارم، بنابراین با این پرداخت این پول پیشی که انجام میدم
میتونم یه تخفیف بسیار خوبی برای این سه ماشین بگیرم. حالا اگر که نیازم بیشتر شد میتونم از آن دیمند هم استفاده بکنم. نوع جدیدی رو از این اینستنس ها ارائه کرده آمازون که بر اساس قیمت ماشین ها بر اساس تقاضا و عرضه و تقاضایی که در سیستم وجود داره انجام شه. در حقیقت آمازون این نوع از وی ام ها رو ایجاد کرد برای اینکه بتونه اون بخش آیدل دیتا سنترش که استفاده نمیشه رو بتونه با قیمت ارزونتری به مشتریانی که نیاز دارن بفروشه. روش کار اینطوریه که شما میایید یک بید انجام میدید، یعنی میگید که من حاضرم برای این فضای آیدل یا ماشین هایی که ماشین مورد نظرتون اینقدر پرداخت رو انجام بدید. مثلا میگید که 30 سنت بر ساعت رو حاضرید پرداخت بکنید. حالا آمازون میاد بر اساس تقاضایی که دریافت میکنه و بیدهای مختلفی که کاربران مختلف انجام میدن یک هزینه ای رو محاسبه میکنه برای ماشین، و اگر که هزینه جاری از بید شما پایین تره ماشین شما بلافاصله ران میشه و شما میتونید از امکاناتش استفاده بکنید. اما اگر که هزینه پایین تر بالاتر از اون چیزی بود که شما بید کردی، ماشین شما ران نخواهد شد تا زمانی که اون قیمت جاری از بید شما پایین تر بیاد. ممکنه شما ماشینی رو بگیرید قیمت در حین استفاده شما تغییر کنه. در این شرایط آمازون بدون اینکه به شما حتی آلارمی بده ماشین شما رو شاددان میکنه. این دسته از وی ام ها برای افرادی خوبه که میخوان یه سری محاسبات رو با یه هزینه بسیار پایینی انجام بدن و حالا شاددان شدن ماشینشون هم براشون خیلی مهم نیست. اگر شاددان شد میتونن ادامه کار رو با استفاده از روش های چک پوینتینگ و حالا روش هایی هست که تو این زمینه خیلی داره تحقیق میشه سیو میکنن داده هاشون رو و میتونن ادامه کار رو بعد از اینکه قیمت دوباره به پایین تر از بیدشون برگشت ادامه بدن. من کار اولی رو که انجام دادم در زمینه این اسپات وی ام ها بود و به نظرم زمینه تحقیقاتی بسیار جالبیه که مقالات مختلفی رو اخیرا میبینم که در این زمینه پابلیش میشن. خب از اینجا به بعد بحث رو مثلا میکنم یه مقداری در مورد کارهایی که خودم انجام میدم تو زمینه کلاود براتون صحبت بکنم. چون وقتمونم کم هست سریع یه سری چلنج هایی الان در حال حاضر وجود داره که ما بر اساس این چلنج ها یه پروژه‌ای رو توی آزمایشگاهمون توی لبمون توی دانشگاه ملبورن داریم به نام اینتر کلاود، که بحث اینتر کلاود این هست که ما بیایم کلاود های مختلف رو با استفاده از یک API های استاندارد و یه سری روش هایی به هم متصل بکنیم. حالا چرا این ایده اینتر کلاود به وجود اومده؟ به خاطر یه سری چلنج هایی که وجود داشته. یکی از این چلنج ها اینه که خب یک دیتا سنتر نمیتونه توی یک پرووایدر کلاود نمیتونه تو همه جای دنیا دیتا سنتر داشته باشه. این کار مشکلیه و هزینه های بسیار زیادی داره. ولی بعضی وقتا شما یوزرها و اون کاربران سایتتون از جاهای مختلف میان و نیاز دارن که اون منابعشون به کاربرها نزدیک باشه. پس بحث اینکه جغرافیایی ما بتونیم اون ماشین های مجازیمون رو توضیح بکنیم یکی از بحث هاست. خب این مسئله منجر میشه به این بحث که خب اگر که یک کاربری یک رسپانس تایم یا یک تاخیر زمانی خیلی پایین رو میخواد با ماشینی که شما مثلا تو آمریکا ران میکنید و از استرالیا استفاده میکنید شاید این رسپانس تایم برآورده نشه، ولی با استفاده از اینتر کلاود و این که حالا یک کلاودی بیاد از منابع کلاود دیگه استفاده بکنه میشه این موضوع رو حل کرد. بحث بعدی بحث دیزاستر یا اون اتفاقات ناگواری هست که ممکنه در این منطقه بیفته. مثلا ممکنه سیل در این منطقه بیاد و اون دیتا سنتر برای مدتی شاددان بشه. خب یوزرها میتونن با استفاده از بحث اینتر کلاود منابعشون رو فعلا بتونن موقت روی کلاود دیگه ایران بکنن تا بعداً بتونن به اون منطقه برگردن. بحث دیزاستر ریکاوری یکی از این بحث هاست. بحث بعدی اینه که خب کلاود ها ادعا میکنن که منابعشون نامحدود هست، ولی خب همونطور که ما میدونیم واقعا یه همچی چیزی امکان نداره و بالاخره یه دیتا سنتر یک حجمی از تقاضا رو بیشتر نمیتونه بپذیره. حالا دیتا سنتر ها میان کاری که انجام میدن اوور پروویژنینگ انجام میدن یا اوور سابسکریپشن انجام میدن. منظور از اوور سابسکریپشن این هست که میان تعداد ماشین هایی رو که در دیتا سنترشون هست خیلی بیشتر از اون تقاضایی که در دریافت میکنن از کاربرانشون در نظر میگیرن، که اگر یک موقعی تقاضای زیادی اومد و اسپایک در دیمند به وجود اومد بتونن اون اسپایک رو هندل بکنن. ولی بحثی که ما انجام میدیم در اینتر کلاود میگیم که خب اگر که این اسپایک اتفاق افتاد و شما منبع کافی ندارید، خب میتونید خیلی راحت اون بخشی از تقاضایی رو که الان وارد شده رو منتقل کنید به یک کلاود دیگه
و همچنان کاربران خودتون رو داشته باشید و در این حال بتونید اسپایک رو در دیمند یا تقاضا برای ماشین هاتون هندل کنید. خب همونطوری که گفتم کلاود ها میخوان یک ایلوژن یا یک توهمی از منابع نامحدود رو برای کاربرانشون ایجاد بکنن و خب همونجور که میدونیم چون دیتا سنتر ها ظرفیتشون محدود هست، این توهم شاید واقعا قابل انجام نباشه، ولی بحثی که ما انجام میدیم با استفاده از کلاود فدریشن یا ارتباط بین کلاود ها میشه این کار رو انجام داد. خب منابع در یک دیتا سنتر محدود هست، ممکنش تقاضاهای بزرگی بیاد که یه سری فشارهایی رو بر کپاسیتی موجود در دیتا سنتر ایجاد بکنه. یکی از این راههایی که ما پیشنهاد کردیم و در پروژه اینتر کلاود در حال انجام هست این که ما بیایم از منابع آیدل یا منابعی که در دیتا سنترهای دیگه هست و استفاده نمیشه استفاده بکنیم برای افزایش این اسکیلبیلیتی و بحث منابع نامحدود. در حقیقت کلاود فدریشن آیدیاش این هست. خب اگه بخوام مجدد یادآور مرور کنم این بحثایی رو که انجام دادیم، انگیزه های اصلی برای کلاود فدریشن یا اتحاد بین کلاود ها یکی آوتسورسینگ هست. یعنی شما میتونید در صورتی که یک تقاضای بسیار زیادی دارید که نمیتونید در دیتا سنتر محلی خودتون اونها رو هندل بکنید، تقاضاتون رو آوتسورس بکنید به دیتا سنترهای دیگه یا پرووایدرهای دیگه. از این طریق میتونید از جلوگیری کنید از دست رفتن کاربرانتون، یعنی مشتریاتون اگه میان سراغتون شما همیشه ریسورس دارید که در اختیارشون قرار بدید. بعد مجبور نیستید پنالتی بدید بابت اینکه حالا نمیشه یک نرم افزاری رو اسکیل اپ کرد توی دیتا سنترتون و به این طریق میتونید اعتبار خودتون رو در اون بحث کلاود سرویسی که فراهم میکنید افزایش بدید. بحث بعدی این هستش که دیتا سنترهایی که منابع آیدل یا منابعی دارن که استفاده نمیشن و در حال حاضر مجبور هستن اونا رو خاموش بکنن یا بدون استفاده موندن به خاطر کمبود تقاضا، میتونن این رو به دیگر اعضای فدریشن بفروشن و از این طریق از هدر رفتن منابع جلوگیری بکنن. بحث بعدی گفتیم در مکانهای جغرافیایی مختلف میشه ماشین های مجازی رو ایجاد کرد و از این طریق کوالیتی آف سرویس مورد نیاز کاربرانمون رو فراهم میکنیم و در نهایت هم بحث دیزاستر ریکاوری هست که اگر حادثه به وجود میاد شما میتونید به طور موقت از منابع دیگر اعضای فدریشن استفاده بکنید. و من از این دو سلاید بعدی که هست عبور میکنم به خاطر کمبود وقت. بحث ریسورس پروویژنینگ هست در کلاود فدریشن و سعی میکنم سریعتر به بحث اصلی خودمون که اون کاری هست که من در اینتر کلاود انجام دادم برسیم. اینجا در حقیقت شما مدل اصلی اینتر کلاود رو میبینید که کاری که من انجام دادم هم بر اساس این مدل هست. در این شکل میبینید که کاربران به از طریق اینترفیس های پرووایدر مورد نظر مراجعه میکنن، تقاضاشون رو میفرستن. یک کامپوننتی وجود داره در این ساختار کلی اینتر کلاود به نام کلاود کوردینیتور. کلاود کوردینیتور وظیفه‌اش این هست که در صورتی که نیاز هست یه تقاضایی رو میفرسته به یک کامپوننت اصلی که در این سیستم وجود داره به نام کلاود اکسچنج سرویس و از طریق این کلاود اکسچنج سرویس از منابع آیدلی که در پرووایدرهای دیگه وجود داره با خبر میشه، قیمت رو به دست میاره و سپس میتونه از طریق یک ریسورس تریدینگ تقاضاش رو به یک پرووایدر دیگه آوتسورس بکنه. این مدل کلی اینتر کلاود هست که من باز وارد جزئیاتش نمیشم. مقاله اینو هست که در این زمینه چاپ شده، شما میتونید با مطالعه بیشترش جزئیات کلی اینتر کلاود رو بفهمید. خب مسئله که من سعی کردم در اولین تحقیق خودم بهش جواب بدم این بود که فرض کنیم یک پرووایدر دارای در حال حاضر فولی یوتیلایزد هست، یعنی دیگه ظرفیت پرووایدر به طور کامل تکمیل شده و ماشین های مجازی که تو این سیستم در حال اجرا هستن
دو دست هستن، آن دیمند وی ام ها و اون اثبات وی ام ها، مشابه اون چیزی که در آمازون وجود داره. خب حالا ما در این شرایط تقاضایی رو دریافت میکنیم، باید تصمیم بگیریم که آیا میخوایم این تقاضا رو آوتسورس بکنیم به یک پرووایدر دیگه که از این طریق ما میتونیم درآمد کمتری داشته باشیم، به خاطر اینکه ما باید یه پولی رو هم به پرووایدری که در حقیقت بهش آوتسورس میکنیم انجام بدیم. از اون طرف یه آپشن دیگه هم برای پرووایدر وجود داره و اون این هست که قیمت جاری مارکت اسپات رو افزایش بده. با افزایش قیمت تعداد از ماشین ها که بیدشون پایین تر از قیمت جاری هست شاددان میشن. از این طریق یک فضایی خالی میشه در دیتا سنتر برای پذیرفتن اون تقاضای جدید و فرض میکنیم این تقاضای جدید آن دیمنده، در نتیجه سوداوری بیشتری برای ما داره، چون معمولا قیمت آن دیمند ها از قیمت اثبات ها بالاتره، به خاطر اینکه گفتم اون اثبات ها در حقیقت برای فضای آیدل ران میشن. خب از این طریق ما میتونیم درآمد بیشتری کسب بکنیم. حالا سوال اینه که آیا آوتسورس سودمندتره، سود بیشتری رو به ما میده، یا شاددان کردن بخشی از اثبات وی ام ها؟ این مثلا اونقدر رو هم ساده نیست، به خاطر اینکه وقتی ما ماشین های اثبات رو شاددان میکنیم، ممکنه تعداد دفعاتش اگه زیاد بشه، ممکنه اون یوزر هایی رو که دارن از این ماشین ها استفاده میکنن رو از خودمون دل سرد بکنیم و بعدا به ما مراجعه نکنن، بحث ریپیوتیشن هست. از اون طرف باش شاددان شدن قیمت بالا میره، ما میزان هزینه رو که از مشتری که در حال حاضر ماشین دارن میگیریم بالاتر میره. یک سری ایکویشن هایی رو من ایجاد کردم برای تجزیه تحلیل این بحث و در نهایت یه دیسیژن most profitable یا بیشترین سوداوری رو برای پرووایدر داشته باشه رو ایجاد کردیم. از این طریق اون سوداوری پرووایدر ها رو در یک سناریوی کلاود فدریشن افزایش دادم. این اسلاید در حقیقت توضیح همون مباحثی است که در اسلاید قبل براتون انجام دادم، از روی این اسلاید میگذرم تا برسیم به بحث آزمایشات و نتایج. در کار اولی که انجام شد سه تا پالیسی معرفی شد. پالیسی اول NFTI Non Federated Totally In House. در حقیقت فرض کردیم در این پالیسی که پرووایدر به صورت تنها عمل میکنه و هیچ فدریشنی وجود نداره و تنها راه پذیرفتن یک ریکوست پروفیتبل تر یا ارزشمندتر شاددان کردن بخشی از اثبات وی ام هاست اگر ما کاملا ظرفیتمون تکمیل هست. پالیسی دوم پالیسی بود که فرض میکردیم اگر که یک تقاضایی دریافت شد و پرووایدر کاملا یوتیلایزد هست، اون وقت تنها راه آوتسورس هست و فقط ما آوتسورس رو انجام میدیم، یعنی تقاضا رو میفرستیم به یک پرووایدر دیگه. روش سوم که همون روشی هستش که من ارائه کردم، بحث این بود که از طریق یه سری ایکویشن ها و در نظر گرفتن تمام پارامترهایی که در موردش صحبت کردیم بیایم سود پرووایدر رو افزایش بدیم، که حالا من از جزئیات اون ایکویشن ها در این قسمت یا اون معادلات در این قسمت گذر میکنم و میرم سراغ بحث نتایج. و انجام آزمایش ها در حقیقت ما از کلاود سیم استفاده کردیم. کلاود سیم یک سیمولاتور هست برای بحث کلاود که در کلاود لب ایجاد شده. نرم افزار بسیار جالبی هست، شما میتونید سناریوهای کلاود خودتون رو در این نرم افزار ایجاد بکنید و آزمایشات رو که میخواید انجام بدید. من کانفیگوریشن وی ام ها رو از آمازون گرفتم و دقیقا وی ام هایی که ما استفاده میکنیم در آزمایش مشابه وی ام های آمازون هست. 128 سرور که هر کدوم 8 وی ام رو میتونن ساپورت بکنن در نظر گرفتیم در هر دیتا سنتر. بعد اومدیم از یه ورکلودی به نام لوبلین استفاده کردیم. این لوبلین در حقیقت ورکلودیه برای های پرفورمنس کامپیوتینگ که ما اینو تبدیلش کردیم به ورکلود کلاود و در نهایت هر آزمایش رو 25 بار انجام دادیم. نتایج آزمایشات رو در اسلاید بعدی میبینید. من خیلی وارد جزئیات نتایج نمیشم، ولی در قسمت سمت
چپ بالا شما تصویر میبینید که مهمترین فاکتور یعنی همون پرافیت رو نشون میده. ما نشون دادیم که با افزایش تعداد تقاضاها و وقتی که پرووایدرها فولی یوتیلایز میشن، روش ما که همون روش آبی رنگ هست در این قسمت بیشترین سوداوری رو داره. تمام نتایج تو این شکل ها بر اساس اون پالیسی بیس که همون پالیسی هست که در نظر میگرفت پرووایدرها به صورت تنهایی عمل میکنن نورمالایز شد. شکل والا وسط شرایط یوتیلایزیشن رو نشون میده. نشون میده که روش ما با اینکه یوتیلایزیشن پایین تری داره نسبت به روش همیشه آوتسورس میکنه، ولی با این حال سوداوری بیشتری داشته. و در نهایت شکل سمت راست بالا هم تعداد ریکوست هایی که ریجکت شدن رو نشون میده که روشی که پرووایدر سعی میکنه به تنهایی و بدون کمک از فدریشن کارش رو انجام بده بیشترین تعداد ریجکت رو داشته. شکل های پایین هم افزایش تعداد پرووایدرها و تاثیر اون بر روی نتایج رو نشون میده که من ازش میگذرم. در این اسلاید شما نتایج رو میبینید وقتی که ما میزان اسپاد ریکوست ها در سیستم رو تغییر دادیم. چند درصد از کل تقاضاها وابسته به اسپات ریکوست ها بودن که نتایج رو در شکل بالا میبینیم. در شکل پایین ما سعی کردیم نشون بدیم که چقدر تأثیر داره کشتن ماشین ها و ترمینیت کردن ماشین های اسپات در بازگشت مشتریامون مجددا و تقاضا دادن مجدد و چطور این میتونه روی هزینه ها، روی درآمد و یوتیلایزیشن و میزان تقاضای ریجکت شده تاثیر بکنه. این میزان بازگشت کاربران برای ارسال تقاضای مجدد که در همه این شرایط روش ارائه شده بهتر عمل کرده از روش های دیگه. در مدتی که من اینجا در دانشگاه ملبورن بودم، یک سال گذشته تقریبا، همکاری داشتم با تیمی که روی پروژه اینتر کلاود کار میکنن و تونستم بخشی از این پروژه رو دیولاپ کنم که نتایج اون در قالب یک مقاله که اینجا در قسمت بالا شما میبینید، Coordinator for Federation of Cloud Data Centers، قراره که در جورنال FGCS پابلیش بشه و فعلا در حال حاضر در حال ریویو هست. و کاری رو که براتون توضیح دادم در قالب مقاله با عنوان Resource Provisioning Policies to Increase IaaS Providers Profit in a Federated Cloud Environment در کنفرانس HPCC 2011 پابلیش شده که شما میتونید توی سایت IEEE این فایل رو ببینید، این پیپر رو ببینید. خب برای جمع‌بندی میتونم بگم که کلاود یک موضوع داغ تحقیقاتیه. شما میتونید حتما زمینه‌های مختلفی رو برای تحقیق در مورد کلاود پیدا بکنید و امروز ما تونستیم انواع خدمات کلاود رو به شما معرفی کنیم. در مورد پابلیک کلاود، پرایوت کلاود و هایبرید کلاود صحبت کردیم. آمازون وب سرویس رو بهتون معرفی کردم. یه نگاه مختصری داشتیم به کلاود فدریشن و در نهایت کارهای تحقیقاتی که من در حال حاضر در حال انجامش هستم. اگر سوالی دارید خوشحال میشم از طریق ایمیل با من در ارتباط باشید و سوالاتتون رو بپرسید. آقای وحید همونجا هستن، حتما میتونن به شما کمک بکنن. خیلی ممنون و متشکرم که وقتتون در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که این ارائه براتون مفید بوده باشه و بتونه زمینه رو برای همکاری های بیشتر بین دانشگاه شما و دانشگاه ملبورن ایجاد بکنه و از این طریق بتونیم به ارتقای سطح علمی کشورمون کمک بکنیم. موفق و پیروز باشید.